کمیته سناتورهای ایتالیا برای ایران آزاد. فراخوان به وزیر خارجه ایتالیا. اقدام برای حفاظت ساکنان اشرف. وزیر امور خارجه ایتالیا، وزیر ترتزی گرامی. می دانیم که به خوبی در جریان مشکلات پناهندگان کمپ اشرف در عراق هستیم. ما مشکلات آنها را طی این سالیان دنبال می کردیم و فعالیت های گوناگونی در حمایت از آنها انجام دادیم. با عقب نشینی تدریجی آمریکایی ها و فشارهای شدید رژیم تهران بر بغداد، نگرانی های ما بیشتر شده است. ایتالیا متعهد شده بود برای اینکه شاید عراق یک کشور بهتری شود و در این مسیر تعدادی از سربازان ما در آنجا به خاک افتادند. یک مصاحبه از ژنرال آمریکایی دیوید فیلیپس، فرمانده حفاظت اشرف، هنگام تحویل دادن سلاح‌ها از طرف ساکنان اشرف و تعهد آمریکا برای حفاظت از آنها را برایتان ارسال می‌کنیم. با اشراف به اهمیت موضوع، قبل از هر چیز به فعالیت‌های دیپلماتیک شما در این رابطه اعتماد داریم و از شما می‌خواهیم که هر چه در توان شماست برای حفاظت از این پناهندگان سیاسی انجام دهید. سناتور لوچو مالان، سناتور جورجو بورناچین، سناتور سیلوانا آماتی، سناتور لویجی کمپانیا، سناتور مارکو پدوکا، سناتور آنتونیو پاراویا، سناتور آندرا فلوترو. تصویب قطعنامه اشرف در کنگره حزب رادیکال ایتالیا، ارائه شده توسط الیزابتا زامپاروتی، نماینده پارلمان ایتالیا. از آنجا که حفاظت حدود 3500 تن از اعضای مقاومت ایران مستقر در کمپ اشرف در شرق عراق در سال 2009 از نیروهای آمریکایی به دولت مالکی منتقل شد، از آنجا که تهدیدات رژیم ایران علیه اشرف از جمله در کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه رژیم ایران علی اکبر صالحی در بغداد در 31 اکتبر امسال به طور مستمر تکرار می شود، از آنجا که حملات نیروهای مسلح عراقی در ژوئیه 2009 و آوریل 2011 باعث کشته شدن ده ها تن و زخمی شدن صدها تن از ساکنان بیدفاع اشرف گردید، از آنجا که در 13 سپتامبر 2011 کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواستار تمدید ضرب الاجل بستن کمپ اشرف توسط عراق و طی شدن پروسه پناهندگی سیاسی ساکنان شده است، ارگانهای رهبری کننده حزب رادیکال از دولت ایتالیا و جامعه بین المللی به ویژه از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و از ارگانها و مقامات زیربط ملل متحد می خواهند به فوریت دست به عمل بزنند تا عراق ضرب الاجل بستن کمپ اشرف را به تعویق بیندازد، تا اینکه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بتواند پروسه بازتایید استاتوی پناهندگی سیاسی و یک حفاظت بین المللی را برای ساکنان کمپ اشرف تضمین کند. ایتالیا، تورینو، بیانیه جوانان حزب دموکرات. حملات وحشیانه نیروهای عراقی در ژوئیه 2009-2011 به دستور مستقیم المالکی نخست وزیر عراق و حمایت رژیم ایران به کمپ اشرف به عنوان جنایت علیه بشریت توسط عفو بین الملل، فدراسیون جهانی برای حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه و هزاران شخصیت سیاسی محکوم شده است. دبیر کل سازمان ملل آقای بانکیمون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خانم ناوی پیلای نگرانی عمیق خود را از تجاوزات وحشیانه به حقوق ساکنان اشرف اعلام کردند. ما از دولت آمریکا و دبیر کل ملل متحد می‌خواهیم سریعاً برای حفاظت از ساکنان اشرف مداخله کنند و به مالکی فشار بیاورند تا ضرب العجل ضد انسانی خود را لغو کند. از جامعه بین المللی می‌خواهیم با دخالت مسئولانه خود دولت عراق را متقاعد سازند تا تسهیلات لازم را برای کمیساریای عالی پناهندگان فراهم کند تا بتواند وظایف خود را برای پروسه پناهندگی ساکنان اشرف انجام دهد. کنفرانس ایران اشرف آزادی، تورینو، مرکز استان پیمونته ایتالیا. در کنفرانسی که در شهر تورینو، مرکز استان پیمونته، در حمایت از مجاهدان اشرف برگزار گردید، اریک واسالو، نماینده اسلوفود، آلبرتو ونترینی از حزب رادیکال، تولیو مونتی، رئیس شورا لایسیته و قوانین ایتالیا، لوردانا بیفو و یوسف لسانی از انجمن ایران آزاد و دموکراتیک به سخنرانی پرداختند. اریک واسالو: ما امروز اینجا گرد هم آمده ایم تا از مردم ایران و مقاومت آنها حمایت کنیم. این وظیفه هر انسان و جوامع بین المللی است که در کنار مردم ایران و مقاومت آن و ساکنان اشرف بیستد. لوردانو بیفو: دیکتاتوری حاکم بر ایران به خاطر تحریم ها، اختلافات درونی، اعتراضات مردمی و بهار عرب به شدت ضعیف شده است. از همین رو اشرف را هدف توطئه‌های خود از طریق مالکی قرار داده است. دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل مسئولیت حفاظت از ساکنان اشرف را بر عهده دارند. بی‌تفاوتی و سکوت یعنی امتیاز دادن به خامنه‌ای و مالکی و این توهین به وجدان بشریت می باشد. تولیو مونتی: تصاویری که از حمله به اشرف دیدیم به خوبی نشان می‌دهند که مالکی وابسته به خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم ایران مجاهدین را که خواهان سرنگونی دیکتاتوری مذهبی هستند هدف قرار می‌دهد. آمریکا اولین مسئول خونریزی‌ها در کمپ اشرف است و باید هر چه سریع‌تر حفاظت اشرف را به عهده بگیرد و مالکی را مجبور کند تا ضرب العجل ضد انسانی خود را پس بگیرد تا سازمان ملل بتواند مسئولیت‌هایش را انجام دهد. آلبرتو بنترینی: امروز دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل و در واقع تمامی جامعه بین المللی مسئول امنیت ساکنان اشرف هستند و باید از آنها دفاع کنند تا ثابت کنند که در کنار مردم ایران هستند. باید مالکی را تحت فشار گذاشت تا ضرب العجل دیکته شده توسط خامنه ای را پس بگیرد. یوسف لسانی: امروز اشرف نیروی محرکه و قلب تپنده مقاومت مردم ایران برای سرنگونی تمامیت رژیم ضد بشری آخوندی و برقراری حاکمیت مردمی شده است. یک چشمه امید و یک سمبل مقاومت و پایداری. برای جلوگیری از تعرض به حقوق ساکنان اشرف، دولت آمریکا و ملل متحد مسئول هستند.